مردم عزیز، سلام و درود بر شما. یافته های اطلاعاتی چند مسیره نشان میده که پاکستان و امریکا در بام های افغانستان در شمال در حال صعود هستند. یعنی با تأیید تمام گزارشات قبلی که ما داده بودیم، حتی قبل از سقوط جمهوری ما گفته بودیم که نبردهای تاریخی و سرنوشت ساز در پیش است که به سر شمال است. حال یک بار دیگه با تکرار وقوع امو نبردها ما می خواهیم اعلان بکنیم که یعنی در واقع خشم سور اسرافیل در قفس شمال که شمال قفس ساختن در اونجا شنیده می شه. وضعیت در اونجا است برخلاف کسایی که سطحی مسائل میبینن، در اونجا چیزایی در جریان است که یک باره خواهد ترکید یا شکل خود عوض خواهد کرد، حوادث. اما ساده ترین بیانش از نظر ما است که در شمال راهها مسدود خواهد شد و اشباهی را که تازه از پاکستان آورده و انتقال میتن همیش و تله میافتند. برنامه تمرکزش روی امین مسئله است. خب ما شما چی کرده؟ فرار امرالله، بسم الله و اشرف غنی و این مردم ها همه پایان یک دوره انارشیستی بود. خب این دوره تنها یعنی پایان دوره تنها بیان یعنی صریح شکست ناتو و امریکا در افغانستان نبود. شکست کل مفهوم بازار آزاد بود، شکست اردوگاه تیکه‌دارای قومی و تفکر اخوانیزم آلوده به دلار و غنیمت هم بود. به می خاطر از حال میدان خالی است، طالب است، پاکستان است، تی تی پی است، اشباه اطلاعاتی است. خب البته در قبل از سقوط جمهوری به این شکل یعنی کاملا مثل کف دست همه چیز خالی باشه تصور نمی رفت. اما چیزی که دیدیم فراتر از تصور بود. یعنی میراث بردگی سیاسی مفرزه های مافیایی و مستعمره شدن کل شمال و افغانستان انجامید. گروه غنی خب همی افتخار میکنه که خب ما خوب کردیم، رای نبود جزی که ما همین مسیر میرفتیم. یعنی انتخاب از اونا بین مردم و طالبان، طالبان بود. آنی هم پشیمان نیستن. خب میراث امرالله، بسم الله، عطا و دو مارشال اعزازی چی بود؟ سوال کلیدی است. میراث امرالله، بسم الله، عطا و دو مارشال اعزازی و زیر مجموعه های به اصطلاح الحاقیه که به اینا میراث، اینا چی بود؟ تراژدی. امیال ما از چی صحبت میکنم؟ صحبت کردنش آسان است، تلخیش، تحمل تلخیهاش آسان است؟ نیست. میراث از اینا اینمی وضعی بود که امروز ما در شمال و کل افغانستان شاهدش هستی. پاکستان راههای ورودی و مسیرهای منتهی به شمال دوباره فتح کرده، اما تأکید ما به ایست که تسلط کامل بر قله ها و مسیرهای مثلا پیچا پیچ بزرگ که ما شما میگیم و دشوارگذر صورت نگرفته، در توانش نیست. جنگ اعلام نشده، جنگ رسانه‌ای نشده، درست در اینمی نقاط است بین مردم و بین قدرت های با هم رقیب که سر گردن های هندوکش رقابت دارن. خب طالب خود سرباز استخباراتی است، موضوعش روشن است، تعریفش روشن است. سرباز استخباراتی رو میشه یعنی حداقل به 10 گونه
تعریف کرد، در حالی که هیچ تعریف مشخصی به دست نمیآید. سرباز استخباراتی یعنی این. شما فکر نکنین که روسیه یا ایران یعنی دربست مخالف طالبان است. ما و شما میدانیم که چین و پاکستان مثل انگلیس و امریکا حامیان طالبان است. روسیه و ایران هم حامیان طالبان هستند تا امون نقطه که منافعشان ایجاب میکنه. حالا در یک نقطه رسیده که شمال تحت پوشش است آمده. خب میبینیم که آیا سوال است که آیا از این خط آمو و بعد اینا چی میکنن؟ اما خط آمو گپ که به خط آمو برسه خیلی دیر میشه. خط اول از این خود کابل شروع میشه. کسایی که تجربه عملیاتی و اطلاعاتی و استراتژیک دارن این حرف های این پیام های ما رو میگیرن. چرا؟ طالب صاحب منطقی و در سطح جهانی داره، صاحب داره از خود. چرا طالب باید در شمال قل و قمع شود؟ ما مطرح میکنیم. اما در جنوب پابرجا بمانه. این سرباز استخباراتی فعلا به می شکل تعریف میشه. این سرباز استخباراتی حال عمدتا در دست بایدن و کل جهان غرب است. از طریق پاکستان، مجری پاکستان است. در جنگ استراتژیک علیه چین و روسیه و هند این سرباز استخباراتی آماده استعمال شدن است. چین پشتیبانی هم میکنه اما ترس هم داره. هند یک رقم گزاره خود میکنه اما ترسش بیشتر است. ایران ترسش فراتر از ترس دیگر است. چرا؟ از نظر به اصطلاح این مفهوم وجودی خود پدیدهای مثل طالب و داعش و چیزا اساسا بر ضد ایران طراحی شده، مندیسیش بر ضد ایران است. خب از اینجا دیگه یک چانس وجود داره که ممکن است از برکت ضد حمله قدرت های ضد غرب شمال افغانستان به گورستان سربازان استخباراتی پاکستان تبدیل شود. میخواستم این نتیجه را در قدم اول با قید احتیاط ما برای شما بگویم. ضمن زی که در داخل افغانستان در بین مردم در مغز نسل نو چی چیز میجوشه، در بود منطقی امکان داره که شمال افغانستان به گورستان طالبات تبدیل شد. دو دفعه شده ای سیومش دیگر رقم خواهد بود و ای بار یعنی به اصطلاح پرتاب کردن اینا به جنوب بسیار خشن خواهد بود. من هم میفهم چی واقع میشه. خب در کل امیر ما همینطور نتیجه گیری میکنیم. کرزای عبدالله در کابل است. اینا مجری های به قدرت رسیدن طالبا بودن. کرزای زبان میگفت که چرا شما میگین که طالب نبیای فلانی ولسوالی را نگیره، فلانی ولایت را تصرف نکنه؟ چرا نکنه؟ خوب بکنه، خوب میکنه، چرا نکنه؟ منطقی خود شما عجب گپی میزنه. فرزند افغان به منطقی خود حق آمدن نداره. ای دلیل کرزایی بود. دلیل عبدالله کاملا کرزایی وار بود. اوخ بیخی مجری خاموش امی و دگاهشان امی آجندا بودن. حال لشکرکشی از قبایل وزیرستان به شمال واقعا کار فرزندان وطن است، چیزی که کرزایی میگفت. ای که تسخیر شمال کار فرزندان افغان باشه، ما برای شما میگم کرزای عبدالله و تمام به اصطلاح امو پایدان کشالا، ای که تسخیر شمال کار فرزندان افغان باشه، ربط به جنگ استراتژی که چند قدرت متخاصم نداره.
فرزندان افغانیش گردنشان از سه جای میشکنند. یک گرد دیگه ای که این نیروی سرباز استخباراتی در برابر یک نسل که همه چیز خود از دست داده و فقط یک پارچه خشم است در برابر از ای است. و دیگه چیز، ما جنگ تاریخی و سرنوشت ساز پیشا پیش تشبیه و سلاش پیش بینی کرده بودیم، آلی هم میکنیم، یک بار دیگه تاکید میکنیم. اینا بازی کردن به نفع پاکستان. صدای ما رو میشنوین، فرزند افغان یا غیر افغان ایزوم اینیم یا آتش است، هیچ چیزی نمیرسه برش، امو چیزی میرسه که تا حال برش رسیده: فقر، رنج، انتحار، خشونت، حسرت. کشتی که کرزی ها و غنی ها کردن امیز، اگر چیزی غیر از او است شما بر ما بگوین که ما از اشتباه بیرون گریم. خب مسئله دیگه آله خطرناکتر و عمیقتر از دلخوشی های فردی مثلا کرزی و خوشحالی های مقطعی چند نفر بیخبر از دنیاست. ببینین بعد از اعلامی اخیر جلسه شانگهای درست پیش در مورد افغانستان، اعلامی رو من ندیده بودم، باورم نمی کردم که فیصله چی بود؟ افغانستان بیطرف، واحد، دموکراتیک. اینمی سه چیزی که تعریف افغانستان داده بر ضد پاکستان، بر ضد امریکا و بر ضد انگلیس و بر ضد طالباس. این حال شما با ما بگوین که ایس تسلط سرباز استخباراتی در شمال، جنوب، شرق، غرب پایدار میمانه به این ترتیب؟ شما شاید بگوین که کس چیزی از دستش نمیاد، تا حالا که آمدن خودشان که طالبا کمک کردن این گپاش هیچ فایده نداره. خب این قیاس است نه واقعیت. وقتی که جلسه به اصطلاح بزرگ مثل سازمان شانگهای که تمام جنگ و صلح در همکاری های اقتصادی استراتژیک تعریف کرده، ای تو گفته نمیشه که خوب هست که چی عدسشان میان. نه، ای سرباز استخباراتی پشت دروازهشان رفته، نه اقتصادشان مسئول است، نه امنیتشان و نه حکومت داریشان. رفته که یک موج میره اون طرف با این سرباز استخباراتی. وقتی که فیصله شانگهای شد، دفعتا ما شما دیدیم که فوری کاردار سفارت انگلیس با طالبا در مذاکره شد. چی مانا؟ یعنی که گپ خراب شد، سرعت بده گپه. میخوایم بگویم که شما فکر نکنید جنگ جریان نداره، جنگ با تمام قدرتش جریان داره، منتها صدایش به اصطلاح سور اسرافیلش ما شما نمیشنویم. من اوز فوری بعد از یک کاردار سفارت انگلیس با طالبان تماس گرفت، نماینده سازمان ملل متحد بحث دعوت طالبان در جلسه سازمان ملل متحد مطرح کرد. بر اولین بار یک گروه تروریستی که به دولت برش تحویل داده شده، آلمیر کرسی سازمان ملل باید برش داده شود. سرعت دادن. چرا؟ وقتی که ای رسمیت مشروعیت به اصطلاح ظاهری را برش دادن، باز در صورت جنگ کلان میشه، اینا باز میتونن بر اساس ای مشروعیتی که در سازمان ملل متحد گرفته هر نوع کمک به طالبان بدن در جنگ علیه ایران، در جنگ علیه روسیه و کل آسیای میانه. اینی از حرف حساب. پیش از او جالبش چیز، پیش از او یعنی 4 روز پیش، با تضمین امریکا و غرب ناگهان
3 میلیارد دلار از طرف صندوق جهانی پول به پاکستان داده شد. اوری پیسه نمیدادن، دم در گلویش رسیده بود، پول نمیدادن. میگفت که قرضای قبلی را تو نادادن، ما چی برای تو پول بدیم؟ تضمین بده میگفت. چین تضمین میکن، میگفت نه کافی نیست. صندوق جهانی پول میگفت که یک دو کشور دیگه عربستان سعودی امارات هم باید تضمین بکنن. یعنی در گلویش یک قطره قطره میچکاندن که نه بمره نه زنده بانه. آلی یک دم 3 میلیارد دلار را دادن. چرا؟ ماموریت افغانستان خوب پیش برده. شم تا پشت شمال فقط به اصطلاح ترسط میکنه. کشیک به اصطلاح لشکر کشیک در پشت کنارای آمو برد و خوب برده. فیصلام که تی تی پی را میبینیم کل تمام برده میشه. چرا؟ چرا نداره؟ به خاطر از اینکه عملیات شمال رهبری پاکستان است. عملیات نمایش همزمان تهدید، یعنی باجگیری، هر چیزی که شما فکر میکنید. بله، قمار خود خود زده پاکستان، قمار خود زده. ما شما نمیدونیم که در این قمار این برنده میشه بازنده میشه. اگر شمال یک بار اونجا یک چیزی خلاف توقع روی میده، جنگ به طرف پاکستان خواهد رفت. عملیات ارسال پیامهای فشار به آسیای میانه و روسیه و ایران عمل در جریان است. خب حالا سوال است که چرا تحرکات پاکستان و غرب در شمال افغانستان سرعت گرفته؟ دیگه جا را اعلام کردم. چرا؟ کل دعوا بر سر آسیای میانه، حوزه روسیه و اوراسیا و خاصتا چین است. نقش چین، چین اینا میخواین در قفس بمانه، یا اگر در قفس هم باشه، از قفس هم بیرون شوه، رای مسیر به اصطلاح که یک فضای حیاتی برش وجود داشته باشه نباشه. اونا میدونن که سرزمین های شمال بستر زیستی طالب و کسانی نیست که مطابق نقشه به اینجا آورده شدن. تشویششان زمی است یا بیگانه هستند. اگر کدام واقعی میشه، شما فکر میکنید کسی از اینجا زنده بیرون میشه؟ خب ایره ما نمیفهمیم. جنگ اطلاعاتی است. اونا میدونن که جنگ برای به اسارت گرفتن کل تازه آمده ها در شمال به نحوی از جانبای دیگر در جریان است. اینی رو میفهمن، به مخاطر بسیار سرعت دادن. کاردار سفارت انگلیس میره میبینه 3 میلیارد دلار تیزه کده به پاکستان دادن و در سازمان ملل حضور طالبان مطرح میشه بر اولین بار. باید سرعت داده شود. خب اونا میفهمن که طرف ها چه کار دارن میکنن. اونا میفهمن که در پس هشدار جنگی اخیر مثلا مارشال دوستم چی چیزی است. چرا هشدار جنگی رو قبلا نمیداد؟ چون اجازه داده نمیشد برش. حالا چرا داد؟ خب جنگ روسیه و ایران با پاکستان و امریکا در آسیای میانه روی نمیده که شما بگوین که در آسیای میانه نیه. اونا احتمالا قرارگاه اصلی را در شمال میزنن و تصرف میکنن. نمیمانن که خوب گپ که خلاص شد خراب شد و اون طرف بره دیگه. با چه فایده از جنگشان؟ قرارگاه مجتمع اصلی را در شمال هم میزنن، تصرف میکنن. حوادث وحشتناک روی خواهد داد که شما کشتارای چند دوره قبل فراموش خواهید کرد. یک نظر خویی است. خب شما شاید بگوین که چرف هوایی گپ میزنین شما، هیچ گپی نیست. یعنی مهم نیست که مثلا شما و ما این مسائل مثلا در تلویزیون ها و رسانه ها نمیبینیم.
کسانی که در جنگ هستند یکدیگر خوب میبینند. شما نمیبینید. این جنگی نیست که مردم عوام پشت صحنهش بتانه ببینند. خب حال خود پاکستان و شرکا تلاش دارند که قبل از شروع عملیات نجات شمال و افغانستان، بازی بزرگ جدید است، یک نوع مشروعیت قبل از سقوط به طالبان باید حاصل شود. مشروعیت داده شود، وقتی که مشروعیت گرفت کل جهان در پشتش ایستاده است. عین چیزی که در اوکراین روان است، در جلسه ویلنیوس جلسه ناتو اینمی مسائل در مورد اوکراین عنوان میشه. در غیر از اون نمیتونن کمک برسانن. صورت حساب البته در اوکراین واضح تر است. اونجا خودشان میگن که ما تسلیحات میدیم، اعلان میکنن. اما در افغانستان هنوز چون یک گروه تروریستی بسیار بدنام آوردن احتیاط میکنن، اما احتیاطشان فایده نداره. پرکاری حفرهای امنیتی سمت شمال و وسیله تی تی پی و دیگر دستجات تروریستی در حال اکمال است. اگر این اکمال شد، کار چین، خاصتا روسیه و ایران خیلی دشوار میشه. آیا شما فکر میکنید که اونا میگذارند تا این حفره ها بی درد سر پرکاری شوند؟ ما باور ندارم. سخنان جو بایدن یادتان است؟ چند روز پیش گفت که طالب در زدن القاعده در کنار ما است. این تصادفی بود دیگه؟ نه، بین این موضوعی که من خدمت شما ذکرش کردم رب داره. در زبان از او پیرمرد، چیز تصادفی رو سیستم نمیگذاره. همه این مسائل حلقه های یک زنجیره هستند. که چی یعنی؟ یعنی که کشیکچی های بایدن در شمال منتظر قمانده هستند. ورنه کی نمیدانه که القاعده وجود ندارد؟ شما چه فکر میکنید؟ وجود داره؟ نداره. مادر و پدر کل گروه های تروریستی خودمی پاکستان و طالب است. او دیگه نام است. نام القاعده یک بانی کونه و از مود افتاده است. بعدها ما شما خواهیم دید که یک بار بگوین که او چطور القاعده بسیار زیاد شده در افغانستان، این سیف العدل رهبرشان در ایران است. یادتان باشه. تا شما تو فراموش کنین که هم زواهری خیالی در شیرپور کابل میمان کی بود؟ آیا بود؟ نبود؟ اینا طوری تنظیم میکنه تا شما اصلا نفهمین، پی نبرین به مسئله که اصلا زواهری وجود داشت نداشت. یعنی در واقع چی بگویم، پتاقی یا فشفشه تبلیغاتی را میترکنن تا هوش و فکر جامعه به یک سمت دیگه معطوف شود. خب حالا ما از شمال گفتیم که تمرکز جنگ جدید در اونجا است. مگر چرا ما باید یادآوری نکنیم که بر سر جنوب و شرق چی آمد؟ کلگی میشنوه بزرگوارا همه ای از گوشه و کنار کشور خبرهای دارند. رهبرای پشتون خود به خود مردم خود قربانی طرح و نقشه پاکستان ساختن، اسیر و محکوم ساختن. بسیار صاف و ساده. غنی امیر کجاست؟ محب کجاست؟ فاروق و وردک کجاست؟ عبدالله کجاست؟ کرزش در پالوی عبدالله است؟ مسلمیار کجاست؟ زاخلوال کجاست؟ خب او مردم ای کل گیره که اسیر ساختن، خب کی امینا نبودن؟ امینا نبودن که پروژه اشغال دوباره افغانستان به وسیله پاکستان، البته
منطبق با برنامه انگلیس و امریکا پیش قراولی کردن. دو پیش قراول در میمان سرای کابل نیستن، عمدم جانی میخوانن. دیگه پیش قراولا کلش در انگلیس و امریکا و اونجا نیست. کرزای سالم میگفت طالب هر جایی که میره باید بگیره. امروز با وجودی که میفهمن، یعنی کسایی را که نام گرفتم به اصطلاح رهبران خودخوانده پشتونه، با وجودی که میفهمن طالب هزاران جوان قندار و علمند چنواری کرده، خوب اطلاع دارن از همه چیز و حتی در گورای صحرایی زنده زنده انداختن، مگر خاموش هستن. اما طور نیست. چرا؟ ماموریت خود انجام دادن. به این طرف عبدالله آل بار دیگه امیدوار است که نماینده شمال در درگاه تانوست و طالبا و چیزا بشه. خواب ببینید. خواه ایره کی میخواه؟ ای آجندای مشترک پاکستان و امریکاست. فکر کنین که موفق میشون. خب ایره ما در باری چیز گفتن میتونم، همه که گفته میتونم که اگر موفق نشون تاوان خواهند پرداخت که در تاریخ ثبت شود. کرزی نمیفهمه که طالب هزاران زن و دختره از قندار و هلمند و شمال افغانستان و پاکستان بردن و امو سلسله همین روان است. نمیفهمه عبدالله، نمیفهمه مسلمیار، نمیفهمه ای کسایی که در بیرون هستن، نمیفهمن. خب اولش رو این مسائل تأسف باری که ما یادآوری میکنم، افتخارش به لابیگرای طالب میرسه. یک وضع دردناکی است. حالا میخواهم که اسارت کامل و دائمی افغانستان با کمک ملل متحد از شمال چی شود؟ آغاز شود. اسارت دائمی، یک زورآزمایی اطلاعاتی و شبکه‌ای مگر در جریان است. ای افغانستان تمامی بازیگران را در و در خواهد کرد. خودش رو در و در است. خاصیت این کشوری است که همه گیر در و در میکنه. حالا ایران و روسیه از حریم خود دفاع میکنن. شما ایران و روسیه باشین، این تشریحات که کلی که ما دادم شما چی کار میکنین؟ شخص خودم فکر میکنم که تدارک ضد حمله قدرت های منطقه در رأس ایران و روسیه برای پس راندن تی تی پی و شبه نظامیان آمده از وزیرستان، زدن از اینا از شمال تدارک شده. عملیات عقب راندن ای همه لشکرها به چه ترتیبی میتونه باشه؟ هر کس نظرش مختلف است. رهبران نظامی شمال که در خارج هستند با قدرت های منطقه و حتی خود طالبات در مذاکره و تماس هستند. امکان انشعاب در شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان وجود دارد. شاخه نظامی تکلیف خودم مشخص باید بکنه، میکنه. نفوذ طالب پاکستان و امریکا از نظر سیاسی بالای شورای انقره زیاد است، اما شاخه نظامی رای خود در حال جدا کردن است. نظر به تحولاتی که ما عرض کردم. خب آله از مقاومت بومی مردم، مقاومت بومی نه از جبهه مقاومت ملی، از مقاومت بومی مردم برای بقا سخن گفته میشه، نه از جبهه مقاومت که قدم به قدم به زوال رفته. تصویر اولیه از عملیات پسگیری شمال چگونه است مثلا به نظر شما؟ راه های ورود و خروج ناگان بند میشن. حملات چریکی از موقعیت های ناگانی از همه جا از هر نقطه در هر نقطه و هر زمان میتونه صورت بگیره.
متوجه میشین این کشور دیگر رقم کشور است. دیگر چیست؟ یک تجربه خروشان مقاومت شمال علیه پاکستان از گذشته وجود دارد. اما این بار دیدن عمق فاجعه با عینک ساده بعضی مردم ناممکن است. شمال باید در خود شمال نجات داده شود. اگر گپ به مداخله نظامی و عملیاتی قدرت های منطقه ای بکشد، شمال به طور کامل از سکنه خالی تخریب می شود. تبدیل به موصل عراق می شود، یعنی پایتخت قبلی داعش. هرگاه قدرت های منطقه ای که هدف بعدی پروژه است، همون طرف بگی طالب که بردن فقط برای ماموریت بعدی بردن، اگر او قدرت های منطقه ای هدف بعدی پروژه را جدی گرفته باشه و اگر غفلت کنن و به نیروهای مبارز شمال به موقع یاری نرسانن، مجبور هستند یک روزی و خیلی زیاد دور هم نیست با نیروهای تروریستی در عقب خانه های خود بجنگند. ای بود محتوای برنامه که در ارتباط پویایی های آنچنانی در شمال ترتیب شده بود. تا بعد.